اتهام عضویت در گروه فکر میکنم ماده 500 قانونه برای ما این عضویت به عنوان عضویت در گروه برادران عنوان شده بود یعنی به عنوان که وقتی دیدن که ما با هیچ جریانی ارتباط نداریم اومدن این عنوان رو برای ما داشتن و اشادشم پنج سالی که بالتن اتهام من بود گروهی که نوید تشکیل داده یعنی به عنوان سرگروه و یک و یک حکم اعدام نوید در دادگاه انقلاب به خاطر همین بود تشکیل گروه که به نوید به خاطر این اتهام اعدام دادن که یعنی گروهی با برادرات تشکیل دادی برای براندازی نظام ما هم عضوش بودیم من و وحیدم به عنوان اعضای گروه حتی ما یه گروه یه گروه واتساپی هم با هم نداشتیم بعد از اتفاقات آبان ماه بود جامعه معلمان ایران با بیش از دو میلیون شاغل و بازنشسته که با احتساب خانواده هاشون بخش بزرگی از جمعیت کشور رو تشکیل میدن به عنوان موثرترین گروه اجتماعی دقدق دق مند توسعی کشور سالیان بسیاری که از تبعیض و بیعدالتی در رنجن و در ماهای اخیر با برگزاری تجمعهای متعدد سنفی سعی کردن حرفاشون و مستقیما به گوش دستندرکاران بیکفایت حکومت جمهوری اسلامی برسونن ولی متاسفانه به جای شنیدن صدای معترضان و پاسخ به مطالب جامعه بزرگ و شریف فرهنگیان ارعاب، تهدید و برخوردهای امنیتی و غذایی با معلمان، بازنشستگان و فعالان سنفی شدت گرفته. جای بسی تأصفه در دولتی که دم از رفع فقر مطلق میزنه، فرهنگیانی که عمر و جوانیشون رو در راه پیشرفت و توسعه جامعه صرف کردن، امروز ناچارن برای دفاع از ابتدایی ترین حقوق خود و دانش آموزانشون به خیابونها بیان و مسئولان زیربت و نهادهای امنیتی و غذایی هم نه تنها فقط گر بودن بلکه با تهدید و ارعاب و با تشکیل پرونده و احزار فعالان سنفی فضا را به سمت امنیتی کردن اعتراضات دادن. از همین رو سازمان معلمان ایران ضمن تاکید و تایید مطالبات قانونی و مورد حمایت فرهنگیان که در اجتماعات اعتراضی مطرح و پیگیری میشه از جمله رتبه بندی، همسانسازی، صندوق ذخیره، اصول 26، 27 و 30 قانون اساسی و دیگر مطالبات اعلام کرده ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه معلمان زندانی و پایان دادن به تشکیل پرونده احزار و بازداشت معلمان معترض هستیم دوم از ریاست محترم قوه قضایی خواهیم دستور توقف تشکیل پرونده ها و احزارها و آزادی معلمان زندانی رو به زابطان قضایی صادر کنند. سوم اینکه از حاکمیت میخوایم به حقوقی که قانون اساسی به مردم داده از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل، حق برگزاری تجمعات و حق اعتراض عملا احترام بذارند. چهارم با به گفتگو مذاکره و تعامل سازنده با تشکلهای فرهنگیان نمایندگان معلمان و فعالان سنفی فرهنگیان همچنان بازه و برای تحقق مطالب سنفی فرهنگیان لازم عملا اعتماد سازی صورت بگیره. پنجم اینکه از مراجع زی صلاح به کنش معلمان با دید باز نگاه کنند و انتقادهای تشکل‌های معلمان رو شنیده و با تعامل سازنده و جلب مشارکت نمایندگان معلمان برنامه‌ای برای رفع مشکلات تهیه و تنظیم کنند بلکه این اقدام باعث بازگردوندن بخشی از اعتماد از دست رفته در بین معلمان در پایان بیانیهشون هم نوشتن خاطر نشان می کنیم. شرایط پیرامونی کشور عزیزمان ایران و اتفاقات اخیر در عرصه بین الملل نیاز به وحدت و همگرایی آهاد ملت داره. لذا توصیه می کنیم مسئولان نظام و سران سه قوه به خواسته به حق جامعه بزرگ فرهنگیان توجه جدی و اساسی کرده و گامی عملی در تحقق وحدت ملی بردارن. لا دولت به فکر برای دولت انقلابی وعده های خوشایند دولت انقلابی وعده های دولت انقلابی وعده های دادگاه محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در از بین بردن هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردش در سال 67 همچنان ادامه داره. در آخرین جلسه برگزاری این دادگاه، قاضی جفری رابرتسون وکیل برجسته بین المللی از انگلستان به ادای شهادت پرداخته. در حقیقت مدارک ارائه شده از سوی قاضی رابرتسون تا کنون به عنوان معتبرترین ادله مربوط به فاجعه سال 67 به دادگاه بوده. قاضی رابرتسون برای دادگاه توضیح داده که با حدود چهل نفر از نجات یافتگان فاجعه تابستان 67 و تعدادی از بازماندگانشون برای تهیه گزارشش مصاحبه کرده. او به پرسش دادستان و وکلای مدافع متهم درباره تعداد و دفعات مصاحبه شونده ها پاسخ داده. قاضی جفری رابرتسون در مورد صحت حکم یا فتوای خمینی در مورد فاجعه 67 گفته من به هیچ وجه هیچ شکی در صحت فتوای خمینی مبنی بر دستور این فاجعه برای زندانیان و مخالفان جمهوری اسلامی ندارم. این فتوا با کینه به خصوصی صادر شده. این فتوا در خاطرات منتظری مرد شماره دو حکومت ایرانم اومده. او یک فرد ناراضی در داخل هیئت عالی کشور و مخالف این فاجعه بود. از طرفی عبدالکریم موسوی اردبیلی که خودش قاضی القضات بوده هم به این فتوا اشاره کرده و گفته این فتوا مستقیما از خود خمینی صادر شد. قاضی جفری رابرتسون درباره ای ماهیت این فاجعه گفته زمانی که از دو زندان گوهردشت و اوین صحبت میشه مدارک قوی وجود داره که وحشتناکترین صحنه ها در اونها رخ داده بعد هم در ادامه گفته با در نظر گرفتن تحقیقاتی که من کردم و روایت شاهدان هیچ شکی ندارم که این فاجعه در دو موج اتفاق افتاده رابرتسون در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها برای این زندانیان گفته بر اساس تحقیقات من مدارکی وجود داره دادگاه هایی که در این زندان ها اجرا میشه مثل دادگاه هایی که ما میشناسیم نبوده زندانیان رو صدا میکنن و ازشون میپرسن آیا هوادار و یا مخالف جمهوری اسلامی هستین یا نه بعد اونا رو به صف میکنن و به حسینیه زندان میبردن بعد هم در حسینیه زندان اونا رو از بین میبردن و در کامیون های یخچالدار شبانه به قبرستان ها منتقل می کردن. رابرتسون در مورد مجازات افرادی که در این فاجعه مشارکت داشتند گفته من در گزارشم به مسئولیت کیفری صادر کنندگان و اجرا کنندگان این مرک اشاره کردم در اینجا مسئولیت فردی و شخصی هم در کار بوده نه فقط دستور دهندگان بلکه هر شخصی که در وقوع این فاجعه شرکت داشته مسئوله این موضوع محدوده وسیعی را در بر میگیره و جنایت علیه بشریته نکته مهم در مورد گزارش رابرتسون اینه که نشون میده جنایت علیه بشریت هرگز شامل مرور زمان نمیشه و امید و امکان دادخواهی برای خانواده های قربانیان و جامعه وجود داره. جفری رابرتسون وکیل دادگستری، بنیانگذار و رئیس دفتر حقوقی دولتی در لندنه وی در شماری از کشورهای دنیا سمت مشاور و نماینده حقوقی در پرونده های مهم حقوقی در زمینه های قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق بین الملل و قوانین کیفری رو بر عهده داشته و نخستین رئیس دادگاه استیناف دیوان بین المللی کیفری سازمان ملل متحد بوده درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید